شما بخیر. امیدوارم که هر کوچه‌ای هستین جور صحت من سر حال باشین. وطن‌دارای مهربان، خیلی خوشحال هستم که بازم در خدمت شما هستم. این بار من تنها نیستم. باز هم با جنرال صاحب میا بخشی هستم. جنرال صاحب میا بخشی را ما در برنامه تک تک شما دیدین که پیام‌ها و گفتنی‌های خود داشت. باز هم خواستم در سمت قرقه بیم در رستوران سپوگمی چند لحظه صحبت‌های دوستانه و دور از سیاست، دور از دغدغه‌های زندگی داشته باشم. جنرال صاحب خوب هستین؟ ان شاء الله صحت مند هستین. لاله قند نبات شیرین شیر پرم. سلام به خودت از طریق تو به کل مردم افغانستان، سلام به بزرگا، پدرها، مادرها، خواهرها، برادرای گرام قدر، کلتان دوست دارم. باور بکنه نگه جانتان جور باشه، زنده باشه. کوشش کنه که در میروزا یک ذره هوا هم گرم میشه و هم سرد میشه، فکرتان رو بگیره یک مریض نشه، به خاطر اینکه یک مریض دیگه سر کلگی آمده. نگه تراما تقدیم به کلتان در سر دنیای که هستی، در گوشه که هستی، کلتان را دوست دارم. سلامت باشین دوست عزیز. جنرال صاحب در این برنامه چیزایی را میگه که تا به امروز شما نشنیدین و نگفتین. البته ناگفتنی های نام برنامه، ناگفتنی های جنرال میا بخشی است. جنرال صاحب ایتو کدام حرف در دلتون بوده و همین جرأت گفتنش نتونستین و نخواستین بگوین تا به حال را آن را میشه در این برنامه ما بگوین؟ خدا جان جور بدید. گپ خواهی تو راست که علم دریاست، زبان هم چیزیست که هرچی که استفاده کنی و هرچی که بگویی، هرچی که بگویی تمام شدنی و خلاص شدنی نیست. مثلا در باره چی؟ در باره اولا در باره نمیخواییم بیشتر سر موضوع بچرخیم، اما باز هم در باره ستا قاسمی هنرمند محبوب دلها که هر کدوم ما احترام برش داریم و خدای نخواسته هدف ما نیست که کدام با جنبه خراب داشته باشیم، اما میشه بگوین که در مورد ستا قاسمی تا حرفی را تا هنوز نگفتین و میخواین در این برنامه یادآوری بکنیم. والا حرفایی که به خاطر ستا جان داشتم کلش گفتیم. تو کدام حرف ما میدنم آنده در گوشه دلت؟ دیگه او یکان گپایی که واقعیت اگر باقی مانده او مربوط میدیانم میشه، مربوط قلبم میشه، مربوط دلم میشه. دیگه سیتا جان هر جای باشه، همش یخ باشه و نانش گرم باشه. سلامت باشه جنرال صاحب. خودت یک آدم مردم دار و مشهور، نام خدا در صفات اجتماعی در بین مردم همیشه در قلب جای داری. بخیر که عروسی بکنی و به تو برآورد کردی که چقدر نفر خود خبر کردی؟ خدا جان جور نصیبت کنه. اولا خب معلوم نیست که کی در قسمت نصیب ما هست، کسی نیست. روز مرا شرایط که میبینی و وضعیت افغانستان رو میبینی و وضعیت ملت و مردم خدا میبینی، گپ دومش ایست که سوال نیکیست، گپ خوب است. نگه چون که در تویه های مردم، در تویه های هموطن ها و دوست ها زیاد رفتیم، نگه همون مطل است. نگه در تویه اگه آدم که میری، یا در تویه اگه آدم که میری میشینی یک لقمه نان میخوری، نگه واقعیت باید پس رو جبران کنی. نگه حالا خب خودت معلوم است که اگر توی مردم زیاد خبرم کنی، یک پنج شش رو یک دو میزنندت. اگر کسی را خبرم نکنی، کم خبر کنی، یک پنج شش رو یک دو میزنندت در دو حالتش. خازمی که نکنی همو بهتر است که بکنی. یکی از دوستا خب گپایت مانده. نتا جان صدقه چی هم اصلاک بتو گپ دیگه یه است. ما میخواییم که بسیار میخواییم که هر وقت آرسی میشد دیگه چیزی که واسه توان و قدرت هم از مردم هم بطلبم ده یک جایش اگه وقت تو تویای مردم که میرم و تو چی بگویم برای تایی رقم جگر خون هم میشم بخاطر همی تویا بگو. چرا؟ چرا؟ خدا یار جان همی هموطن ها یک آدم لکار ها ملیون ها را مصرف میکنه، همی هموطن ها که نان خدا میخورن، بعد از اینکه همی نان خورده شد پس می سیل میکنی که دمی توی فکر کن که هیچ کسی را خبر نکده، هیچ کسی وجود نداره. بیتری نکتر شورا کنید. این فکر میکنی که همه ده نفر هم در توی تو نبود. من نمیگم که هم وطن ها گشنه نان هستن یا نودیده نان هستن، نه. ولی خب از مردم که واقعیت توقع می داشته باشی، از خیشت، قوم، دوست، تقاربت توقع از این می داشته باشی که در زندگی آدم یک دفعه شا میشه. دیگه توقع از این می داشته باشی که بعد از این که مردم نان خدا میخوره و میره، باید یک 50% نرن باشن. محفل خوشی است. او کسایی میمونه که می خاله و بچه خاله و ماما و اینه. بله خفه نشیم، بچه خاله مالا میگریزه. یک نکته پیشتر من میخواستم اشاره کنم که گرفت خودت مانده بود. یک از دوستا قصه کرد، گفت که بعضی کسا میگن ما هیچ فرهنگ نداریم، ما بی فرهنگ هستیم. گفت اگر ما فکر بکنیم ما افغان ها بهترین فرهنگ داریم. مثلا اینکه گفت که در یک محفل عروسی ما بیش از
10 لک 15 لک افغانی را ما مصرف میکنیم. مثلا این گفت ما میگه فرهنگ نداریم، اولا که شروع میشه یک لفظ گیری میگیریم، اصلا میتیم پشت از شیرینی خوری میتیم، پشت شیرینی خوری با شب نکاح هست، با پشت شب نکاح و شب خینه و هم تو نیک شب خینه و نکاح و عروسی و حتی تا تقجمی و سالگرد و یارا میگیره. گفت اگر نه فکر بکنیم در کدومش 5 6 پیرن و 5 6 لباس و گویا ماشم گند افغانی و ماشم چی و چی گفتیم تو ما مصرف میکنیم، متوجه هستی؟ گفت پس اگر فکر کنیم بهترین فرهنگ ما داریم. خب جنرال صاحب بعد در روزا مصرف چیکاربار هستی؟ چیکارا میکنین؟ والا هستم، خدا جان و جور نصیبت کنه که هر روز میشه مریض هستم، گلونم هم درد میکرد دیگه نرمال هستم، هستم زندگی است، کدام میشه زودتر قصه کنم برات. از 8 صبح که از خواب میخیزی گپ از سخن از جنجال است تا 10 بجه شب که خواب میکنی به هزاران گپ و هزاران سخن و هزاران کارهای نو نو و کارهای جدید پیدا میشه برات که باید بری و شرکت کنی. خب بازم سر از دوام همیشه دعایم بمیس خدا روز بعد سر کسی نبیاره. آمین. مؤمن مسلمان زنده باشن و جانشان جور باشه، مریضی و گپا دور باشه، گپ خوشی باشه، آدم برای اشتراک کنه. خیر است، هستم شب میشه صبح میشه. جناب صاحب تو گاهی وقت بیرون رفتی کدام دختر خانم استاد کرده باشه و گفته باشه که بیام روی عکس بگیرم؟ دختر خانم البته. والا اگر دروغگوی نشم به خدا حاضر شاهد است، ما رو قبلا میشتیم قبله و نموسن است دیگه. دخترها خو زیاد گفتین بیا عکس بگیریم. گرفتی یا نگرفتی بوده؟ والا دا والا می ترسیدم نمی گرفتم، راستی شبرت بگم می ترسیدم می افتم یه دفعه نشو قضی می ترسیدم که والا مردم یه دفعه به خاطر که ما هر کس هر گپ جور میکنه که نه یک آدم عیاش از زن کباز از دختر باز از سیخ دختر ها عکس گرفته و قد زن ها عکس گرفته پسان پسان یک چند ماه که تیر شد سر بده گریبانم بردم چرت دم افتم بو بیدر تو خواه یک آدم مدره و یک آدم مشهور هستی، مردم دوستت دارن دیگه، باز تو خواه یک آدم با درک با ناموس هستی با غیرت هستی، وجدان هم تو خواه پاک هستی دیگه، حاجت از این هستی. اگر تو به این فکر باشی و قطعیت کس عکس نگیری و که مردم زر تبصر هم نکنن و تومت میکنن و غیبت هم میکنن، مجبور در افغانستان هیچ زندگی نکنی، خیلی دنیا هیچ نباشی. باز بعد از او خطب اگم دختر خانم ها که می آمدن امره عکس میگرفتن، خصوصا اکثرت که از خارج ها می آمدن میگفتن که ما دوست داریم، واقعیت یک جوان نیستی که حتی خود ما یکان وقت یکان گپا که بوده تو را الگو قرار دادیم، گفتیم جنرال باری باشه دیگه. دخترها عکس گرفتن امره میگیرن. بله بسیار عالی. جنرال صاحب چرا تو یک استایل انتخاب کردی؟ مثلا میای دراز موندی و یک کلاه را موندی و یک زنجیر در گردن انداختی، مثلا چرا؟ حتی نیست تقریبا مثل زنجیر میبینم. والا مال خود افغانستان هستم، اگه بیرون از افغانستان باشیم به خاطر اینکه در افغانستان تو قدر شرایط جنگ از نه شرایط جنگ از جگرخونی است، پریشانی است. چه تاثیر بر جنگ داره مثلا زنجیر انداختن؟ دیگه زنجیر انداختن اگه دل خوشی دلت خوش می باشه، مست می باشی، کسای کارا رو میکنه کسای نه و تو فهم مفاد اگه با توکل خدا کدام وقت سیتا کدام لطف مرحمت نکده که با ما تو فراوان کنه دیگه، ما کسی رو کدام چیزم ندارم تو فراوان کده باشه با ما کسی. انتظار داری که ستا بر دک روز اک توفر آن کنه؟ دیگه باش رو که جمله ما تکمیل نشد. خب گپ شد این مویای دراز و یا زنجیر و گپا خوشم می آیا دیگه همی استایل هم هست. کلای تو هم فکر کنم از چگوارا آوری هست؟ خفه نشی اگه پا دیگه دیمت صفقه چگوارای چه هم نیمه از کس تقلید نمی کنم. ما از وقتی که به دنیا آمده ما می خواهیم که مردم از ما تقلید کنه. دیگه گپ دیگه یک الگوی تا که مردم از خود تقلید گپ دیگه یست الگوها خب بسیار زیاد است که از ما باید تقلید کنن. مثلا بسیار کوتاه میگم اخلاق، شرافت، نیکو، راستیش، صداقت. آها اینه ما خبر نمیدیم. اینه میشه که واقعیت اگه آدم از ما تقلید کنه به ما جای افتخار هم است، جای بسیار به هر چیز از برای ما. به خاطر که اکثرت جوان ها خدای ها را جانشون الفاظای خوب هیچ وقت نمیگم خفه نشه کلتان زیادتر الفاظ خوب استفاده نمیکنن دیگه. اگر در زنجیر کلاه یک اپا بودی استایل بس همی در رنگ میشینه دیگه خوشم میای همی. اگر در افغانستان نمی بودیم شرایط جنگی نمی بود اگر اون ده دانه زنجیر در گردنم انداختم یک وقت دومه دیگه یک پا دیگه خوشم میای کم یک هم تو بگو یا زنجیر های زیر سایکو میا های زیر سایکو چی پیام استایل زیر سایکو خوشم میاد که اگم تو بگویا خودت هم شوخ پیام دادی. مثلا کسی بیا از روی بازار از روی کوچه بگه جنرال جنجیر تا سایکو دیگه تا سایکو چی میگی براش؟ با خنده بگویا جدی بگویا. خب معمولا مردم خود دیدی مردم هم تابند یا با خنده میگه یا با جدی میگه. اگر با خنده بگویا چی میگه؟ با جدی بگویا. با خنده که بگویا صد خیلی شم میفهم خودش که خوشش میاد استایلش هست. اگر با جدی بگویا جدی که باش بگویا دیگه خو
فکر کنم که تا آدم نگه نخواد پیدا شده باشه که سرش در تنش زیادگی کده باشه کلیش بوی قورمه را بتا و بایه مرا در سر سرک بوی زنجیر در چه تایی تر کدی و تر کدی و ایه اگه پدگام برات نگم همی زنجیر موی ای گپا ای دیگه تو مگه یکی مگه ای ملنگ است یکی مگه ای پلنگ است یکی مگه چرسی است یکی مگه ای تو ای با ملنگی و چرسی و گپا وجود نداره ای اگه ستایل ما همی تو خوشم من اک ساده و سنگینی مگم بمشه باشم معمولا زیاد جدی هستی لبخند بسیار با لبایت کم دیدم شد درست یک فکایی کوتاه یک چیز خاطره جالب بگو که مردم هم ببینه که جنرال خمیشه خنده میکنه والا گپ خنده‌دار که باشه خو معمولا نه خدای نخواسته نه کیش خنده بگن میاد گپ معمولا گپ خنده‌دار که باشه خنده میکنم خنده نمک زندگی است خنده همیشه خوشم میاد گپ دیگه چی است که اگه میخوای که واقعیت یک مرد واقعی باشی باید دانه تر در قیله ها نباشه و ویچ ویچ باشه یک ذره گرنگ باشی، سنگین باشی برش داشته باشی یک ذره گپ خنده دار فکویی به وقتی که یک خنده بیایه بازمایید یک خنده بلند هم دارم که از ایچه شاید از ایو از ایو بغل بند اینو بغل بند خبر شود آنه شنیدیم جنرال میکنم صد خیلی هم نو دیگه ما و شما هنوز فلم تابال سرفیلمی شروع نشده سلامت باشی جنرال صاحب در اخیر پیامت هم میشنویم گفتنی تا میشنویم امید دارم که دوستا با چند دقیقه که امروز جنرال صاحب صحبت کرده باشیم اما پیامای مثبت ما رو گرفته باشه با گفتنی های در مورد جنرال صاحب که شما نشینده بودین مثلا در مورد که چرا یک کلا میمونه و چرا یک زنجیر میپوشه و چرا میایش میمونه فهمیده باشین که میشه وقت شاید دوستا سوال هم کنه از خودت والا در زندگی لقات 100 نفر 10 نفر که سرت انتقاد نگرفت شخصا خودم هم تو رسم لقات 100 نفر 10 نفر که سرم انتقاد نگیره هیچ خدا آدم حساب نمیکنم باید اگه ده نفر صدقیتون شما انتقاتون بگیره سرتون نمیشه ده که کلگی تو را خوب بگه کلگی که خوب باشه بعد کی باشه گفتنیم تمیشنم جان رو سیب گفتنیم ده باری چی نه تاق جان پیامتا پیام خو زیاد است پیام خو در چی که پیام بتی خلاصی نداره پیام مهم مهم همیست اتفاق اتحاد همبستگی کل ما و شما برادر یکی دیگه است مومن برادر مومن است دیگه پیام هم ایست که اگه آدم اگه خیرش به اگه هموطن خود نمیرسه شهر خود نرسانه بخاطر اگه امرا کوتاست نسل روز بروز خرد شده میره کم شده میره دیگه کوشش کنه که خوشی اگه هموطن تانه همیشه بخواهی دیگه جان جالا زندگی خود زیاد سر چی که برات بگویم شبا تا صبح قصه کنم و صبح تا شب قصه کنم خلاصی نداره ولی یک نکته کوتاه میگمت که ما از روزی که به دنیا آمدیم تا همه حالا فعلا که امروی تو شیشتیم و گپ میزنم بسیار روزای سخت دیدیم بسیار پریشانی ها دیدیم بسیار تکلیف و جنجال دیدیم دیگه همیشه برچ که تکلیف و جنجال زیادتر دیدیم زیادتر قوی شدیم در اخیر ما هم میگم وطندارا منتظر باشن که جنرال میگه و شما رو دارسیش به خیر انشاءالله خبر میکنه با توکل خدا رسیم و که شما ساعت پی ساعت نیمه افغانستان خبر است نیمه افغانستان در کارت خبر است و نمیشه تلفون و نمیشه در پیغام به هر طریق خبرتان میکنم دیگه ای چیز است دیگه گپیست که یک ذره دخترها و بچه ها بخاطر اکدم به اختار زیاد زنگ میه برم کوشش کنید بچه ها شما را میگم دوستان دارم با کلتان احترام قائل هستم دخترها را سوی استفاده قرار نده سوی استفاده از دخترها نکنه خیر است اگر دخترها اگام دانش کلتان خفه نشه اگام توش واقعیت از قلب از دل دوستت میداشته باشه وابستگی به تو میداشته باشه و تسلیم تو میکنه خدا تویتر نکنه اگر اگر آدم تسلیمت کرد خدا یا اگر آدم مثلا نمی گلاس چای یا ایخی به تو سپرد میتونی صلاحیت از زمین داری که تو میدان کنی این تجربتان بانی و سپرتی هم هر کار از زمین میتونی ولی خب بهترش همیست که همین گل واردم جایش اگر بانیش دم شیرین دیانی دیگه اگر دم نالبکی یکش بانیش خوبتر است سو استفاده از دخترها نکنی سلامت زیاد دخترها برام زنگ میزنن میگن اگام جوان هایی تو گپا کار خوبی نیست کار درست نیست یکام وقت خود در جای دختر قرار بده دختر در جای بچه قرار بده اگه میره همی حالت سر شما به دمی تیه کسی شما را سوی استفاده بکنه توی وقت خود قرار دادی؟ والا یک 50% هم چیز چی برداشت کردی؟ چی ذهنت تو چی گفتم؟ خیلی ترست که
همیشه اگر بخوای خود در جای از او قرار بدی، تو خود در جای از او قرار بدی و در جای خود، زیادتر جگرخونی و پریشانی زیاد است. احساس خواهد اگر واقعیت اگر آدم با درک باشی، احساس دیگر بسیار احساس هاست که باید بکنی، احساس باید داشته باشی. دیگر این نیست که در رخ میدیال و میگم تنهایی گپ زدن نیست، عمل کردن بسیار مهم است. دیگر از کل چیز که در عمل کردن بسیار گپ بنده است که مهم است، باید عمل کنی. بخیر انشاءالله کل ما دیگر زندگی هست، هستیم امرای هم وطن هستیم. خوش خوشحال باشی، سلامت باشی وطن داره میرم. تشکر از زمین دلوزی که وقت گذاشتی، سلامت باشین. تشکر از شما، امید دارم که در برنامه کمک همکاری ما کمک همکاری تان خان هستیم. فقط خواستیم چند لحظه همراه شما یک برنامه تفریحی داشته باشیم و خوش بگذره وقتتان. سلامت باشین، تشکر. تا دیدار بعدی شما هستیم، سلامت باشین.